با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و محترم، از اینکه از ویدیوهای کوتاه من استفاده میکنید بسیار سپاسگزارم. من همچنان برنامه‌ای دارم در رادیو ICC که برای شنیدنش در هر کجا دنیا هستید میتونید برید به وبسایت www.icc.tc و به رادیو ICC گوش کنید. برنامه من هست دوشنبه، چهارشنبه، جمعه 11 صبح تا 12 ظهر. در این قسمت میخوام یک تکنیک خیلی پرقدرت به شما یاد بدم. استفادهش خیلی ساده هست ولی تکنیکی هست بسیار پرقدرت و این تکنیک تا سالهای سال، تا حتی همین اخیراً یکی از رازهای بزرگان بوده که اینو با عموم شیر نمی کردن. ولی من به لطف پروردگار و دنیای معنوی آگاه شدم به این تکنیک و یکی از اهدافم هست که اینو در اختیار همگانه بگذارم. تکنیک به اسمش هست دستور به روح دادن و بسیار ساده به این نکته، شما قبل از که بخوابید به روحتون دستور میدید برای اونچه که میخواید. روح شما بسیار پرقدرت و دانا هست و دقیقا میدونه که باید چه بکنه که شما به هدفتون برسید، ولی باید برای انجامش اون دستور رو بدید، یعنی خود به خود انجام نمیشه. قبل از که بخوابید با اعتماد به نفس و با اطمینان خاطر میگید که به روحم دستور میدم و بعد اون چیزی که میخواید رو بیان میکنید. مثلا میخواد شرایط مالیتون بهتر بشه، میگید به روحم دستور میدم منو پولدار کنه یا شرایط مالیمو بهتر کنه. محدودیت که بهش ندید بهتره، مثلا میگید پولدار شدم، خب اون محدودیت بهش نمیده. میتونید درمان بخواید برای اعضای بدنتون، اگر جایتون بیماره به هر دلیلی یا به هر نوعی، میتونید بگید به روحم دستور میدم که سلامتی کامل به جسم من بده، یا سلامتی کامل بالفرض به کلیه یا کبد، به هر جایتون میخواید بگید. ولی مهم، کلید این تکنیک این هستش که کلمه دستور رو به کار ببرید و دستور رو به روحتون بدید. پس سه بار قبل از خواب میگید به روحم دستور میدم، بعد اون چه که میخواید، اون چه که هدفتون هست رو بیان کنید. به همین راحتی ولی تکنیک بسیار پرقدرتی هست. فرصت استفاده و تجربهش رو به خودتون بدید و ازش بهره ببرید. برای شما آرزوی شادی، لحظاتی پر از خنده و سلامتی کامل، سلامتی روح و روان برای یکایک شما دارم. امیدوارم باز هم شما رو ببینم. روزتون خوش. با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، از اینکه منو همراهی میکنید و ویدیوهای منو ازشون استفاده میکنید خیلی خوشحالم و خوشحالم که میتونم به شما بهره بدم از اونچه دانشی که خودم دارم. همونطور که میدونید چون در یوتیوب ویدیوها مجبورن کوتاه باشن، ویدیوهای من خیلی مختصر مفیدن. سعی میکنم که متنو تو زمان کوتاهی برسونم. در این بخش میخوام صحبت کنم در مورد استفاده از زمانی که ما خواب هستیم. زمانی که ما خواب هستیم و خواب میبینیم فقط برای خواب دیدن نیست. ما میتونیم از اون لحظات خوابمون استفاده کنیم برای درمان گرفتن. و روش این خیلی ساده هست. شما قبل از این که بخوابید نیت کنید و اون نیتتون رو سه بار تکرار میکنید و نیتتون رو باید با قاطعیت، با صدای محکم بگید، با اعتماد به نفس باید بگید. و بالفرض مثلا میخواین زانوتون خوب بشه، شما قبل از که بخوابید نیت کنید و بگید که من در خواب درمان میگیرم برای زانوم به بهترین نحو. و سه بار اینو تکرار میکنید که من در خواب درمان میگیرم برای زانوم. و معمولا اثرش رو خیلی سریع میبینید. پس یادتون باشه با اعتماد به نفس سه بار بعد تکرار کنید خواستتون و نیتتون و درخواست درمان برای هر کجایی از اعضای بدنتون که میخواید بدید. حتی میتونید اگر که مشکل خاصی هم ندارید برای سلامتی کامل بدنتون درمان بخواید که سلامتی بهتر بیشتری داشته باشید. و سه بار قبل از خواب نیت کنید با اعتماد به نفس. و اگر میخواهید که خوابی که به شما داده میشه یادتون باشه، حتی میتونید پروگرام کنید که خوابتون یادتون بمونه. برای اطلاعات بیشتر و وسیع‌تر در این موارد و مسائل
معنوی دیگه، شما میتونید به گفتگوهای من در رادیو ICC گوش کنید که اونجا چون 1 ساعت برنامه من وقت هست 3 روز در هفته، خیلی وسیع‌تر میتونم در این موارد توضیح بدم. در رادیو ICC دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ها 11 صبح تا 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، و به وبسایت www.icc.ca برید و اونجا میتونید به رادیو گوش بدید. همچنان در صفحه شخصی من اگر کلیک کنید روی آیدی من عشق و آگاهی، صفحه منو بهتون نشون میده و در اون صفحه ایمیل، وبسایت و همه اطلاعات برنامه رادیویی من در اختیارتون گذاشتم. خوشحال میشم با من تماس بگیرید اگر سوالی دارید یا نظری دارید دوست دارید بدید. و یادتون باشه خواب فقط برای خواب نیست، شما میتونید از زمانی که در اون عالم خواب، در اون بُعد نوری هستید، درمان بگیرید برای سلامتی بدن و هر اعضای از بدنتون که احتیاج به درمان داره. امیدوارم از این تکنیک استفاده کنید، تکنیک خیلی ساده ولی مفید هست و ازش بهره ببرید. آرزوی شادترین لحظات برای شما دارم. خدا نگهدار. با عرض سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز، در این بخش کوتاه میخواستم معرفی کنم به شما برنامه رادیویی من، برنامه رادیو ICC، و اسم برنامه من هست با فرهناز. برای شنیدن برنامه رادیویی من خیلی راحت به وبسایت www.icc.tc برید و به محضی که صفحه وبسایت باز میشه صدای رادیو رو خواهید شنید. برنامه من هست دوشنبه ها، چهارشنبه ها، جمعه ها در ساعت 11 صبح تا 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، و جمعه ها موضوع راجع به خواب و تعبیر خواب هست و میتونید زنگ بزنید، خوابی رو بیان کنید که دوست دارید تعبیر بشه. شماره تلفن رادیو ICC هست 925-686-6677، ببخشید 925-686-6677، و ایمیل من هست farahnaz@icc.tc. خوشحال میشم صدای شما رو بشنوم و پاسخگوی سوالهای شما باشم، و همچنان مشتاق شنیدن نظرها، انتقادات و پیشنهادات شما، یا اگر موضوعی هست که دوست دارید راجبش صحبت بشه، خواهش میکنم زنگ بزنید به ما اطلاع بدید. روزهای پر از شاد و خنده برای شما آرزو دارم. خدا نگهدار تا قسمت بعدی. سلام، دوباره فرح هستم. در این سگمنت درباره عناوین خواب میخوام براتون بگم. ما چند نوع خواب داریم. یکی از خوابای اولیه که معمولا نزدیکای موقعی که تازه میخوابید میبینید، خوابهایی هست که برای رها کردن افکار روز میبینید. معمولا خیلی در هم بر هم، من وضوحیتی نداره و بی سر و ته هستش. اون برای رها کردن انرژی اون روز یا افکارهای انرژی های زیاد هست. یکی از خوابهای دیگه خوابهایی هستن که به نوعی تعبیر دارن و معمولا تعبیرش به این هستش که اونم میتونه نوعی مختلف داشته باشه. گاهی اوقات پیام هست، یا اینکه مثلا بدن فیزیکیتون چی لازم داره، چی کار باید بکنید، آیا مسیرتون درسته یا نه، که معمولا خوابهایی هم که داده میشه به درک اون شخص هست. یعنی اون سمبولی که من ممکنه در خواب بر من ببینم، ممکنه اون معنایی که برای من داشته باشه، اون معنا رو برای شخص دیگه ممکنه نداشته باشه. برای همین اولین تعبیر خود شخص مهمه، چون ببینه توأم با حس هست که مثلا اون حسی که داشتن، اون برداشتی که خودشون از اون خواب داشتن چی بوده، چون به درک اون شخص خواب میدن.
خوابهایی که معمولا پیامهای مهم داره و میخوان که حتما یادتون بمونه، گاهی اوقات خوابهایی هستن که شما درش میترسید، چون اون خوابها خیلی تاثیرپذیرن و وقتی بیدار میشین خیلی خوب یادتون میمونه. پس اگر خوابی دیدید که در اون ترسیدید و خیلی ممکن بود خوشایندم نبود، اکثر اوقات پیامهای مهمی درشون هست. کلا خوابها مثبت هستن، هیچ وقت تعبیر بد نداره، همیشه پیام مثبته. اون بستگی به برداشت افراد هست که چطوری تعبیر میکنن. یک نوع خوابهای دیگه هست که این خوابها خیلی حضور ذهن داره، خیلی واضحه و واقعا احساس میکنید که زنده است و انگار که واقعا در بیداری بوده، خیلی واقعیت داره و حس داره. این خوابها بالواقع خواب نیستن، اون لحظاتی هست که شما بدن نوریتون در استروپلین هست. استروپلین جایی هست که شما بدن نوریتون وقتی که جسمتون خوابه، بدن نوریتون به اونجا میره برای تدریس و تعلیم و آمادگی برای درس های بعدی. یک خوبی که تمرکز حواس بهتون میده این هستش که به مرور که تمرکز حواس بکنید و انرژیتون بیاد بالا، حضور ذهنتون هم بیشتر، هم تمرکزتون در روز بیشتر میشه، هم حضور ذهنتون در خواب بهتر میشه و اون خوابهایی که در یا اون لحظاتی که در استروپلین هستید رو واضح‌تر به یادتون خواهید داشت. همه به استروپلین میرن، فقط تفاوت این هست که گاهی افراد به خاطر بالا نبودن انرژیشون یادشون نمیمونه و بعضی افراد هم که خود خواب مثل خواب یادشون میمونه، چون انرژیشون خیلی بالا نیست حضور ذهن ندارن. اگر انرژیتون خیلی بالا باشه و تمرکز حواس بر مدتی بکنید، میتونید در لحظاتی که در استروپلین هستید حضور ذهن داشته باشید، که نه تنها وقتی بیدار میشید اون خواب حالت خوابش یادتون باشه، بلکه وقتی حضور ذهن داشته باشید در اون لحظات کاملا آگاه شما میتونید نقش داشته باشید در اون لحظاتتون، که برای آموزش و آگاهی بسیار مفیده، چون در اون لحظه که در استروپلین هستید وقتی حضور ذهن داشته باشید میتونید درخواست هایی بدید که میخواید، میتونید اگر سوالی دارید بپرسید، اگر چیزی میخواید یاد بگیرید بپرسید و جواب به شما خواهد داده شد در اون مواقع، به شرطی که آمادگی ذهنیشو داشته باشید. اگر سوالی کردید و جواب نگرفتید، یک دلیلش میتونه این باشه که آمادگیشو نداشتید. اگر هم سوالی کردید، گاهی اوقات ممکنه در عرض 3 شب جواب رو به شما بدن. یه کار دیگه هم که میتونید بکنید این هستش که قبل از اینکه بخوابید این رو پروگرام بدید، سوالی که میخواید بکنید مثل حالت نیت. نیت میکنید که اون شب که میخوابید این اون جواب اون سوال به شما داده بشه به طور واضح، و وقتی هم که بیدار میشید جواب سوال یادتون بمونه به طور واضح و درک اون رو هم بهتون بدن. وقتی که قبل از که بخوابید این نیت رو بکنید، جواب به شما داده میشه در همون شب یا در عرض 3 شب، به شرطی که آمادگی شنیدنش رو و دریافتش رو داشته باشید. گاهی اوقات اگر که شما انرژیتون به اندازه کافی بالا نباشه، مخصوصا افرادی که قرص خواب میخورن یا قرص اعصاب میخورن، این رو انرژی و دریافتشون تاثیر میذاره. احتمال اینکه جوابتون رو از طریق کسی دیگه ای بگیرید هست. این مثل حالتی هست که جواب رو از دهن کسی دیگه ای بشنوید، یا ممکن روز بعد کسی برای شما خوابی تعریف کنه که شما این رو ناخودآگاه میدونید که اون جواب شما هست. چون افرادی که قرص خواب میخورن و یا قرص اعصاب میخورن اون حضور ذهن رو ندارن و اون لول انرژی که خواب یادشون بمونه
ممکنه نداشته باشه. این اتمام درباره خوابهای مختلف و عصر رو پلین. امیدوارم که این رو تجربه کنید، چون تجربه بسیار جالبیه و خیلی خوشایند هست، و امیدوارم که تمرکز حواستون رو هم هر روز انجام میدید. انشالله شما رو به خدای بزرگوار میسپارم. شاد و سربلند باشید تا دفعه دیگه، و یادتون باشه که ایمیل من روی صفحم هست، و اگر سوالی دارید، پیشنهادی دارید، خواهش میکنم به من ایمیل بدید و من آگاه کنید. متشکر. سربلند و خندان باشید. خداحافظ. با سلامی دوباره، فرح هستم. در این سگمنت راجع به چاکرای شماره 2 صحبت میکنم. چاکرای 2 در خانم ها انرژی جنسیشون رو تاثیر میده، و در هم آقایان هم خانم ها چاکرایی هست که مربوط میشه به حس کانکشن بین آدم ها، که شما چقدر احساس دارید که کانکت و وابسته و در تماس با افراد دیگه، چه تو خانواده چه با دوستان. اون تماس احساسی که میتونید ایجاد کنید با دیگران مربوط به چاکرای 2 میشه. به طور کل اگر که در چاکراهای بدن مسائلی تاثیر بذاره به طور دراز مدت، معمولا بعد از چند سال، حدود 5 یا 6 سال، اگر یک حالتی ادامه پیدا بکنه، ادامه بمونه، خودش حالت فیزیکی نشون میده. اگر خانمایی گاهی اوقات احساس میکنن که غریزه جنسیشون خیلی کمه یا متعادل نیست، مربوط به چاکرای 2 میشه. البته ممکنه مربوط به چیزهای دیگه هم باشه، ولی اون همون لول هورمون هم گاهی اوقات یکی از دلایلش بالانس نبودن چاکرا است. این چاکراها گردش انرژی رو در بدن تعادل میدن، و اگر این گردش انرژی مثل تغذیه بدن روحی شماست، اگر که متعادل نباشه، دقیقا مثل این هستش که شما اون تغذیه لازم رو اگه به بدن فیزیکیتون ندید ممکنه مسائل ایجاد کنه. اون تغذیه روحی هم اگر به بدن نوری شما داده نشه میتونه مسائل ایجاد کنه. به این تفاوت که در بدن نوری سعی خودش میکنه متعادل بشه، ولی اگر به دراز مدت یک سری مسائل ادامه پیدا کنه، اون بعد خودش به حالت فیزیکی نشون میده. شما میتونید امتحان کنید در موقعی که تمرکز حواس میکنید و درون خودتون رو نگاه کنید، ببینید اگر که چاکراهای خودتون رو میتونید ببینید. اکثرا در همون مراحل اولیه میتونن به یک حالت نور چاکراهاشون رو ببینن، که گاهی اوقات شباهت داره به برگ گل، و چاکراها حالت تعداد برگ گلاشون متفاوته. چاکرای اول معمولا حدود 4 پر دیده میشه، و به مراتب که میاد بالا تعداد پرها بیشتر میشه. البته دیدگاه های آدم ها متفاوته، و هر کسی با چشم بصیرت خودش که نگاه بکنه ممکنه یک تفاوت هایی ببینه در رنگش، در حالتش، در شکلش، چون یه چیز شخصی هست. ولی اکثرا چاکرای 2 رو نارنج رنگ میبینن. برای همین اگر که شما گاهی اوقات میخواید انرژی به چاکرای دومتون بدید، میتونید تصور کنید رنگ نارنجی دارید میدید به چاکرای دومتون، و گاهی اوقات همین که شما نگاه بکنید با چشم بصیرتتون نگاه بکنید به چاکرای دومتون، اون توجهی که بهش میدید خودش مثل درمان میمونه، و اگر تکرار بکنید این کارو خیلی کمک میکنه که بالانس بشه. چاکراها حالت چرخش دارن، مثل چرخه، دو چرخه، که این گردش بعد متعادل باشه، نه خیلی تون نه خیلی سریع. اگر خیلی تون باشه بالانس رو ایجاد نمیکنه، اگر خیلی آهسته باشه بالانس رو ایجاد نمیکنه، و تمرکز حواس که میکنید چاکراها رو بالانس میده. و معمولا اگر یک چاکرا خارج از بالانس باشه،
در چاکراهای دیگه تاثیر میتونه بذاره اگر به دراز مدت به اون حالت بمونه. در ویدیوی اول و دوم من یک مدیتیشن خیلی کوتاه ساده بیان کردم برای بالا بردن انرژی و تعادل انرژی. چاکرای سه که اکثرا حالت زرد رنگ میبینن، مسئولیتش تقسیم بندی انرژی هست، یکی از کارش. اگر هم به دور دراز مدت این چاکرا خارج از بالانس و تعادل باشه، یک نوعی که خودش نشون میده ناراحتی معده است. و معمولا اگر خواستید به این چاکرا درمان بدید، همون نور زرد رو اگه تصور کنید که بهش میدید و توجه روش بذارید موقع تمرکز حواس، بهش درمان و توجه میدید. و یک چیز کلی دیگه که در این چاکراها حافظه هست، حافظه از عمرهای قبلی، حافظه از کارما که در ویدیو بعدی راجع به کارما صحبت میکنم. و بعد وظایفی هم این چاکراها دارن. اینجا انتقام میدم صحبت در باره چاکرای دوم و سوم. من برای افرادی که این چیزای جدیدی براشون هست، هدفم این هست که ویدیو هم کوتاه و خیلی به طور ساده باشه که گیراییش راحت باشه برای افرادی که بهش گوش میدن. سعی میکنم خیلی راحت و عامیانه بیان کنم و امیدوارم که این کارو کرده باشم. برای شما آرزوی موفقیت دارم. شاد و سربلند باشید. تا دفعه بعد شما رو خواهم دید. خدا نگهدار. با عرض سلام، فرح هستم. انشالله که خوب هستید و تمرکز حواستون رو تمرین کردید و خوب و مؤثر بودید براتون. در این ویدیو میخوام راجع به چشم بصیرت صحبت کنم. چشم بصیرت مربوط میشه به چاکرای ششم که در پشت پیشونی هست. چشم بصیرت مثل چشم فیزیکی میتونه بینا باشه به وایبریشن ها و انرژی هایی که چشم فیزیکی شما به اون حساس نیست، یعنی بینا نیست. و دلیلی که چشم فیزیکیتون اونو نمیبینه به خاطر تفاوت امواج هست، مثل صداهایی که سگ‌ها میشنوند ولی آدم‌ها نمیشنوند، به خاطر تفاوت موج هست که اونها اون صوت‌ها رو میشنوند ما نمیشنویم. دلیل به نبودش نیست چون ما نمیشنویم. این هم همون حالتو داره. یک مقدار وایبریشن و موج‌های مختلف هست در انرژی‌های مختلف که ما اون موج‌هایی که غلیظ‌ترن در حالت فیزیکی ما اونا رو میبینیم که بهش میگیم بعد سه یا third dimension. موجهایی که از vibration متفاوت تری هستند رو، چون ساده ترین کلمه که میتونم برش بگم اون غلظته، چون غلظت ممکنه نه، البته بهترین کلمه براش نیست، ولی به خاطر تفاوت موج ما با چشم فیزیکی یه سری چیزها رو نمیتونیم ببینیم، با چشم بصیرتمون باید ببینیم. حالا چرا بعضی ها این استعداد رو دارن بعضی ها ندارن؟ این رفت داره به این که اینها قبلن روی چشم بصیرتشون کار کردن در عمرهای قبلی یا در مرحلهای قبلی. اگر تناسخ وجود داره، اگر به تناسخ عقیده دارید این براتون درکش راحت تره، اگر هم عقیده ندارید اون هم مسئله نیست. ولی اونهایی که چشم بصیرتشون باز هست به این دلیله که در مرحله قبلی، حالا هر جوری دوست دارید اونها تصور کنید، توی چشم بصیرتشون کار کردن که چشم بصیرتشون فعال و باز باشه. دیگری آمادگی شخصه که تا چه حدی آمادگی داره که بتونه اون چیزا رو با چشم بصیرتش ببینه، چون ظرفیت میخواد، خیلی
وایبریشن های مختلف هست دور بر ما که اگر کسی بتونه همه چیز رو ببینه این احتیاج به ظرفیت داره. ولی این رو اگر شما مایل هستید که چشم بصیرتتون رو پیشرفت بدید و بازتر کنید، این از طریق تمرکز حواس میتونید این کار رو بکنید. مواقعی که تمرکز حواس میکنید، تمرکزتون رو بذارید روی همین چاکرای شیشم که پشت پیشونی هست برای چشم بصیرت. قده‌ای هست در این اریا، در این منطقه، که وقتی که توجهتون رو روش میگذارید این قده فعال میشه و ترشحاتی که میده این چشم بصیرت شما رو فعال میکنه و به مرور میتونید یه چیزای مختلف رو ببینید. اکثرا در شروع که چشم بصیرتشون شروع به باز کردن میشه، یک چیزی رو که براحتی میتونن ببینن اورای افراد هست. اورا نوری هست که در اطراف جسم ما هست، در اطراف بدن ما هست. معمولا در دور سر راحت تر دیده میشه چون شفافتره و اگر کسی به طور کامل بتونه اورا رو ببینه، رنگ های مختلفی در اورا هست و به مرور اگر به وضوح کامل کسی اورا رو ببینه، خیلی انرژیایی در اورا هست که چیزهایی از گذشته، از آینده، از حالت فعلی شما، از موقعیت سلامتی فیزیکی شما، خیلی چیزها در اورا میشه خونده بشه اگر که اونو به طور واضح و کامل ببینید. در شروع معمولا بعضی ها هلال سفید میبینن دور سرها و به مرور ممکنه تیکه های رنگی، لحظه هاتی، حتی دور بدن خودتون ممکنه ببینید در شروع. مثلا یه لحظه یه جایی که گلنس میکنید، نگاه میکنید، ممکنه قسمتی رو سبز رنگ یا صورتی رنگ ببینید. این نشون میده که چشم بصیرتتون در حال باز شدنه و بهش توجه که بدید در تمرکز حواس، این فعال و باز شدنش رو تقویت میدید که بهتر و زودتر باز بشه و تقویت بشه. و همونطور که گفتم در ویدیو قبلی که 10 دقیقه بشینید لب تختتون با کف پاتون روی زمین، تمرکزتون رو بذارید روی ضربان قلبتون برای 10 دقیقه، 5 دقیقه بهش اضافه کنید و در 5 دقیقه آخر توجهتون رو بذارید روی پیشونیتون، روی چاکرای شیشم، برای تقویت چشم بصیرت. و اگر زمان تمرکز حواستون رو هم به مرور بیشتر کنید خیلی مفیده. معمولا نیم ساعت خیلی خوبه، ولی در شروع 10 دقیقه کافیه که هم به شما عادتش رو بده، هم براتون راحت باشه، بعد به مرور چند دقیقه اضافهش کنید. و راحت ترینش همینه که 10 دقیقه تمرکزتون رو بذارید روی ضربان قلبتون و 5 دقیقه تمرکزتون رو بذارید روی پیشونیتون قبل از خواب، که این هم انرژیتون رو میاره بالا، هم کمک میکنه که چشم بصیرتتون باز بشه. این از چاکرای شیشم برای چشم بصیرت. من ویدیو هامو سعی میکنم کوتاه نگه دارم که برای شما متنوع باشه. شما رو به خدای بزرگوار میسپارم. خندان و شاداب باشید تا ویدیوی بعدی. متشکرم.